سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به آشپزخونه خودتون. الهی که حالتون خوبه، بریم که با هم امروز یک مرغ شکمپر خیلی خوشمزه با هم درست کنیم. خیلی راحت و آسون و سریع به روش سرآشپز. خب ما میریم که برای مواد داخل شکم مرغ این سبزی های معطر رو خرد کنیم که هستش جعفری و گشنیز و یه حبه سیر رو خرد میکنیم با گردو. یه قاشق غذاخوری روغن به مایتاب اضافه میکنیم و سبزی های معطر رو حدودا یه قاشق غذاخوری ریحون خشک داشتیم که اینم بهش اضافه میکنیم که با هم سرخ بشه. حالا نوبتش دیر رنده شده سیرم به ترتیب گردو. خب سه قاشق غذاخوری پیازدار، نصف قاشق چای خوری نمک داریم، نصف قاشق چای خوری زردچوبه و یک قاشق چای خوری هم فلفل سیاه، اینا رو بهش اضافه می‌کنیم. الان هم کشمش و زرش رو بهش اضافه می‌کنیم. از دو قاشق غذاخوری هم رب انار استفاده می‌کنم چون که این ربش خیلی غلیظه. مواد با هم میکس میکنم. خب از دو قاشق چایخوری هم زعفران میریزم داخل این مواد، سه قاشق تقریبا. دقت کنید عزیزان که مواد نسوزه. اگر بازم دیدید که رب انارتون ترشه، کمی شکر به این اضافه کنید که ملس بشه. دیگه این آماده است برای داخل مرغ شکمپر. یک عدد پیاز و حلقه درشت میکنیم به سه تقسیم و دو عدد سیب زمینی برای زیر مرغ که تو قابلمه بذاریم خیلی مرغ له نشه. خب این مرغ که ما از شب قبل مرینت کردیم، الان تمام موادی که بهش زده بودیم پیازا رو ازش جدا میکنیم که بهش نباشه بهتر. الان ما داخل شکم رو با موادی که درست کردیم پر میکنیم. حسابی فشار بدید که کل مواد داخل شکم مرغ رو پر کنیم. خب از همین چاک داخل مرغ با یه نخ پوستا رو با هم گره میزنیم که مواد از داخل مرغ خارج نشه. بعدن اینا رو با قیچی میبریم وقتی که پخته شد و همینطور پاهای مرغ با نخ گره میزنیم خوب محکم که داخل قابلمه به مدت 2 ساعت پخته میشه وا نره. خب کمی هم از پشت مرغ رو میدوزیم که مواد خارج نشه با نخ سوزن تمیز شسته و استریل شده. عزیزان شما عزیزان اگر خلال دندون داشته باشین هم میتونید از خلال دندون استفاده کنید برای بستن این پوست مرغ، یا هم که راحت ترینش همین نخ سوزنه. خب مرغ رو داخل قابلمه همینجوری میذاریم. نصف لیوان آب و زعفران و روغن مایه میریزیم رو سطحش که بره که برای پخت. خب الان این مرغ با شعله زیاد داره جوش میخوره، به جوش اومده کاملا موادش. ما اینو شعلهشو کم میکنیم میذاریم، حالا بستگی به درشتی مرغ داره یا سفتی مرغ که 2 ساعت طول میکشه پخته بشه، گاهی 1 ساعت و نیم. بعد ما با چنگال یا یه چاقو یا خلال دمی تست میکنیم بهش سر میزنیم، میره برای پخت تا 1 ساعت و نیم. بعد از 1 ساعت و نیم مرغا به اینجا رسیده. ما از این آب و روغن خود مرغ میگیریم
روی مرغ رو قشنگ میزنیم که خشک نشه. ادامه پخت. خب الان که مرغ آماده شده پخته، من روی مرغ رو کمی کره با زعفران میزنم. خب من اینو میذارم داخل فر رو درجه حرارت 250 برای گریل. بچه ها غذای ما آماده شده. من اینو همه نکته‌هاشو نکته به نکته دونه به دونه به شما گفتم. مدت پختش هم داخل قابلمه همون 2 ساعت هستش و 10 دقیقه دیگه داخل فر روی گریل میذاریم. عزیزان این همون مرغ سنتی مازندرانی هستش. من با روش خودم درست کردم که چند تا از سبزی‌های شمالی محلی اینجا وجود نداره، اما به جاش من از همون جعفری و گشنیز و سیر تازه و همون ریحون خشک استفاده کردم. خیلی بی‌نظیر خوشمزه میشه. امیدوارم که شما هم درست کنید، از خوردنش لذت ببرید. من طرز تهیه برنج رو در ویدیوهای قبل همه رو آموزش دادم، شما میتونید اونجا هم ببینید. الهی که همیشه خوب و خوش باشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.